سلام به بینندگان عزیز و دوست داشتنی کانال تاپ 5 فارسی حالتون چطوره تو این ویدیو درمان خانگی بیماری پوست که در انسان ها شایعه رو بهتون میگیم خوشحال میشم که ویدیوهای ما رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید پیلاریس <applause> با نام بیماری پوست مرغی شناخته شده یک اختلال پوستی ژنتیکیه که از علائم اون برامدگی های کوچک جوش مانندیه که ممکنه روی گونه ها روی باسن، ران، پا و بازوها پدیدار بشه این نواهی ممکنه سخت، خشک و زبر بشه دلیل اصلی این اختلال رسوب بیش از حد کراتین پروتئین در فولیکول مو هستش این بیماری پوستی می در آدم هایی از تمام رده های سنی اتفاق بیفته اما در زنان دارای اضافه وزن به ویژه در دوران بارداری زایمان و بلوغ رخ میده این بیماری پوست رو خشک خارش و پوست پوسته و رنگ باخته میکنه این مشکل عموما به خودی خود با گذر اون برطرف میشه و مصری هم نیست هیچ درمانی برای این عفونت پوستی وجود نداره اما علاج های طبیعی در تسکین علائم و تخفیف اونها کارسازه در این ویدیو با بعضی از درمان های خانگی ساده برای رها شدن از این بیماری آشنا میشید. شماره یک بلغور جای دو سر بلغور جوی دو سر به تسکین خشکی پوست پوسته شدن و خارش پوست کمک میکنه. از بلغور جوی دو سر آسیاب شده و آب خمیر درست کنید و اون رو, رو روی ناحیه مبتلا شده قرار بدید بذارید 15 دقیقه بمونه و بعد اون رو با آب سرد بشورید. این فرایند رو باید هر روز و به مدت حداقل یک هفته تکرار کنید تا از علائم بیماری پوست مرغی رهایی پیدا کنید. شماره دو جوش شیرین جوش شیرین به عنوان یک لایه بردار عالی عمل میکنه این ماده سلول های مرده پوست رو از بین میبره و منافذ پوست رو باز میکنه از جوش شیرین و آب خمیر درست کنید این خمیر پوستتون رو برای چند دقیقه اسکراب کنید و بعد اون رو با آب سرد بشورید این درمان رو به طور منظم تکرار کنید تا از هر گونه علامتی که ناشی از کراتوس پیلارس یا بیماری پوست رهایی پیدا کنید شماره 3 شکر دو قاشق غذاخوری شکنه دانه ریز و خامه ترش رو مخلوط کنید و خوب هم بزنید اون رو به عنوان ماسک صورت استفاده کنید و به حالت دوار ماساژ بدید به کار بستن منظم این درمان به شما کمک میکنه که بیماری پوست مرغی رو برطرف کنید شماره 4 ماست ماست رو مستقیما روی ناحیه آسیب دیده بمالید و بذارید خشک بشه اون رو بعد از 15 دقیقه بشورید این فرایند رو به مدت چند هفته دو بار در روز تکرار کنید تا به طور کامل عفونت درمان بشه ماست حاوی اسید لاکتیک که از شکل گیری کراتین اضافی جلوگیری میکنه این ماده به عنوان یک مرطوب کننده طبیعی پوست عمل میکنه شماره 5 نمک اپسون. یک فنجان نمک اپسوم رو به آب وان همام اضافه کنید و خودتون رو در اون به مدت حداقل 20 دقیقه در اون بمونید و بعد با آب تازه دوش بگیرید. خودتون رو خوش کنید و مرتوب کننده به پوستتون بمانید. شماره 6 روغن زیتون بخش آسیب دیده پوستتون رو با روغن زیتون هر شب پیش از خواب ماساژ بدید. وجود ویتامین ای در روغن زیتون خشکی پوست رو کاهش میده. شماره 7 تمام شیر اسید لاکتیک موجود در شیر پوست رو تغذیه و به درمان اختلالات پوستی متعددی کمک میکنه. یک فنجان شیر رو به وان همامتون اضافه کنید و با اون حمام کنید. این کار رو باید بر یک مبنای منظم انجام بدید تا مشکلات پوستیتون برطرف بشه. من جمله بیماری پوست مرغی. شماره 8 آسپرین. آسپرین برای درمان بیماری پوست بسیار موثره. این جارو قرمزی التهاب و خارش پوست رو برطرف میکنه. چند عدد قرص آسپرین رو بکوبید و با کمی آب مخلوط کنید تا خمیری نرم از اون به دست بیاد. این خمیر رو روی ناحیه آسیب دیده بمالید. بذارید 15 الی 20 دقیقه بمونه و بعد اون رو با آب سرد بشورید. شماره 9 روغن نارگیله روغن نارگیل دارای خواص ضد التهابی ضد باکتریایی این روغن برای درمان کراتوس پیلاریس یا همون بیماری پوست مرغی بسیار موثر عمل میکنه شکر دانریز شکر قهوه‌ای اصل اوساره وانیل و روغن نارگیل رو با هم مخلوط کنید این اسکراب رو به ناحیه مبتلا شده به صورت دوار ماساژ بدید بذارید 5 دقیقه بمونه و بعد اون رو با آب ولرم بشورید استفاده منظم از این اسکراب پوست رو نرم میکنه خارش و ورم و ورم پوست رو هم کاهش میده شماره ده سرکه سیبه سرکه سیب رو مستقیما روی ناحیه مبتلا به بیماری پوست مرقی بمالید یا اینکه کمی سرکه سیب رو به وان همومتون اضافه کنید و در اون حموم کنید یا اینکه میتونید یه قاشق غذاخوری سرکه سیب رو در یه فنجان آب مخلوط کنید از اون بنوشید این کار به تسکین علائم بیماری کمک میکنه شماره 11 هویجه هویج در زودودن رسوبات کراتین از بدن مفسده و از تولید بیش از حد کراتین پیشگیری میکنه دو تا سه عدد هویج در روز بخورید یا اینکه دو بار در روز یک لیوان آب هویج بنوشید شماره دوازده نمک دریا هستش یک دوم فنجان روغن بادام یا روغن هسته انگور یک قاشق غذاخوری روغن معطر گریف فرود و یک فنجان نمک دریا رو با هم مخلوط کنید پوستتون رو با آب مرتوب کنید و بعد این اسکراب رو, رو روی پوستتون بمالید بذارید 15 تا 20 دقیقه بمونه و بعد اون رو با آب ولن بشورید این رویه باید یک الا دو بار در هفته تکرار بشه شماره 13 اسکراب لایه برداره با مخلوط کردن جوش شیرین نمک شیر آب لیمو سرکه سیب و آب خمیر درست کنید اون رو روی ناحیه آسیب دیده بمانید و سپس با آب ولن بشورید این کار به بهبود بافت پوستتون کمک میکنه از این رو فونت بیماری پوست مرغی رو درمان میکنه شماره 14 روغنکشی روغنکشی راه بسیار ساده اما موثری برای درمان بیماری پوست مرغیه روغن نارگیل روغن زیتون یا روغن کنجد رو مخلوط کنید این مخلوط رو به مدت 15 تا 20 دقیقه در دهانتون بچرخونید بعد اون رو به بیرون تف کنید این درمان رو باید چند هفته و تا زمانی که علائم کاملا برطرف بشه هر روز تکرار کنید نکته این که این درمان رو قبل از وعده غذایی انجام بدید و بعد از اون مسواک بزنید تا باقی روغن از دهانتون زدوده بشه شماره 15 روغن درخت چای هستش روغن درخت چای درمان خانگی بی‌نظیری برای بیماری پوست مرغیه چون به پاکسازی ورمهای پوستی کمک میکنه و همچنین رطوبت لازم رو برای پوست فراهم میکنه کمی روغن رو, رو روی ناحیه پوستتون که آسیب دیده به مدت 15 تا 20 روز مرتبا ماساژ بدید تا شاهد نتایج بی‌نظیرش باشید شماره 16 فندق افسونگره فندق افزونگر درمان طبیعی بیماری پوست مرغی این آجیل به معالجه تورم ناشی از خشکی پوست و برداشتن موی بدن کمک میکنه برگهای فندوق افزونگر رو بکوبید و با کمی آب مخلوط کنید تا یک خمیر غلیز به وجود بیاد و اون رو, رو روی ناحیه آسیب دیده قرار بدید شما حتی میتونید کمی مرتوب کننده با این خمیر مخلوط کنید تا سرعت فرایند درمان رو افزایش بده شماره 17 علف شیر یا استبرقه با بریدن ساقه علف شیر یک آب شیر رنگ به دست میاد این آب رو دوبار در روز روی قسمت های آسیب دیده پوستتون بمالید این کار به کاهش سفتی و خشکی پوست ظرف چند روز کمک میکنه این یکی از بهترین درمان های بیماری پوست مرغیه شماره 18 سنجد تلخ از روغن این گیاه استفاده کنید یا اینکه برگهای اون رو بکوبید و با اضافه کردن کمی آب خمیر درست کنید این خمیر رو روی ناحیه آسیب دیده پوستتون بمالید و بذارید 5 الی 10 دقیقه بمونه بعد اون رو با آب ولرم بشورید این درمان علاجی فوق‌العاده موثر برای بیماری پوست مرغیه و بر این نکات باید یک سری باید ها و نباید ها رو هم رایت کنید. کرم های ضد عفونی کننده استفاده کنید که حاوی آلفا هیدروکسیه، گلیسرید اسید و اسید لاکتیک هم داخلش باشه. این کار کراتین اضافی پوست رو کاهش میده. پوست رو مرتوب نگه دارید. دست کم 8 الی 10 لیوان آب در روز بنوشید. به طور منظم ناحیه آسیب دیده رو با صابون ضد عفونی کننده و آب بشورید. از یک اسکراب ملایم لیف یا کیسه برای لایه برداری پوست استفاده کنید. از پارچه حوله نرم برای خشک کردن پوستتون استفاده کنید. برای افزایش رطوبت هوایی داخل منزل از یک مرتوب کننده هوا استفاده کنید. لباس های تمیز و آری از عرق بپوشید. نباید هیچ اثری از های شیمیایی روی لباس ها بمونه. همچنین بیش از حد در معرض آفتاب قرار نگیرید از رفتن آب و هوایی بیش از حد خوش یا فوقالعاده سرد پرهیز کنید از لوسیون ها و سابین هایی که حاوی ها نورین سولفات پارابن و رایه های مصنوعی هستن استفاده نکنید با آب بیش از حد داغ دوش نگیرید چون ممکن وضعیتتون رو بدتر کنه از سابیدن پوست با فشار زیاد جدا خودداری کنید رمهای پوستیتون رو هم خارش ندید مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو و تا ویدیو بعدی شب و روزتون خوش و خدا یار و نگهدارتون